سلام دوستای عزیز، امیدوارم از مزر گوشی از دنیا که بینیندی ولاک امروز مستی کاملا خوب و خوشحال و سعادتمند باشی و دور از گزند روزگار یک زندگی شاد و راحت را سپاری بکنین. دوستای عزیز، اما تو که میفهمید من در پولند زندگی میکنم و خوشبختانه بگویم یا بدبختانه بگویم من امروی کسای زندگی میکنم که اینا کار بارشون امروی مهاجرین است. خوشبختانه به خاطر ازی که من میتونم یک کمکی یا یک نظریه به مهاجرینی که اینجا میباشه حتی اگه میبینمشون اگه نمیبینمشون بکنم. اما بدبختانه به ای که هر باری که در مورد ازی میشنم که اگه وطن دیگه ما به یک مشکل برخورده یا غیر قانونی اومده واقعا بر ما دردآور است. به شما نمیفهم به خاطر ازی که من خودم راه غیر قانونی را یا همین راه قاچاق از روسیه تا پولند عبور کردیم، سپری کردیم و میفهم چقدر سخت است، چقدر دردآور است و چه زجرایی را باید در این راه سپری بکنین یا هم تیر بکنین. به خاطر هر بار که ایگه پارا مشتم و هم جگرخون میشم و هم تلاش میکنم که اگر کمک دست ما بیایه ما بتونم انجام بتم. به خاطر امروز خواستم به بلاک برتون بسازم. کسی اگر هستی که در روسیه زندگی میکنی و یا هم فعلا در بلاروس زندگی میکنی و یا حتی اگر در پولند هستی، چه قانونی هستی چه غیر قانونی، اگر خوب زندگیتون خوب است خواهی چی، اگر زندگیتون خوب نیست و کمک ضرورت دارین حتما شما میتونین کامنت بتین. ما براتون حتما لینک واتساب یا هم تلگرام روان میکنم، شما میتونین اونجا برای ما به تماس شوین و اگر ما چیزی از روخم بیایه ما براتون انجام میتونم. من خودم البته این کارو نمیتونم، من البته واسطه شده میتونم به خاطر که امروی کسایی که من زندگی میکنم اینا کار برش فقط کمک کردن با مهاجرین است، که چی افغان باشه، چی ایرانی باشه، چی آفریقایی باشه، چی از کشور عرب باشه، چی از هر جای از دنیا باشه که اینا مهاجر هستن و بنام مهاجر خطاب میشن برشان کمک میکنه، چی از نگاه مالی باشه، چی از نگاه اجتماعی حقوقی، از هر نگاهی که باشه اینا کوشش میکنن که برشما کمک های خودانه برسانن. دوستای عزیز، تقریبا در روز یا یک هفته میشه که من یک چند تا عکس دیدیم البته در سوشال میدیا، فکر نکنم به طرف افغان این گپا در کشور افغانستان اینجا وایرال شده باشه. من در فقط پولند دیدم به خاطر کمی کمیته هایی که کمک میکنن و یا هم همکاری میکنن اینا کلشان همی گردبر من هستن و من در بین از اینا زندگی میکنم. اول خو میخوایم برسان دیوال همی مرزی بین بلاروس و پولند نشان بتو ببینین که چه قسم است و چقدر تغییر کردن. دوستای عزیز، قسمی که شما در تصویر میبینین این دیوال مرزی بلاروس تا پولند است. پولند و بلاروس است که باید شما وقتی که در بلاروس میایین در بین جنگل میرسین این دیوال شما باید عبور بکنین، چی بکنینش، چی زیرش خواهید باید ایج نمو کنده نمیشه، چی دیوال ببرین، چی اثرش باید بالا شاین و پایین بیاین، این دیوال است که شما باید عبور کنین ازش که طرف پولند تیر شده بتانین. اما متاسفانه بر علاوه که ما این دیوال داریم که 5.5 متر ارتفاع داره، فعلا دولت پولند یک سیم خاردار دیگر را قسمی که در تصویر میبینین ساخته که دو چند کار شما را سخت میکنه. کسایی که قاچاق و نمیفهم، کسایی که امرای ترامکاری میکنه یا کسایی که هیچ معلومات ندارن براتون، چون خودم هم شنیده میگه براتون میگه که همی که طرف دیوال پولند رسیدین اگه بیخی اثر دیوال ایسو طرف هم ای طرف هم تی نشینین، دستتان اگه به دیوال هم بخوره شما دیگه داخل پولند هستین. نمیفهم پلیس بلاروس شما را نمیتونه دوباره بگیره و شما را دوباره روان بکنه. میگه پا کلش دروغ هست. شما که بیخی این طرف پولند هم باشین، در داخل خود کشور پولند هم باشین، در جنگل پولند هم باشین، اگر شما را حتی پلیس مرزی و پلیس خودمی خط مرزیش یا پلیس عادی حتی شما را اگر ببینه اینا میتونه شما را دوباره روان بکنه. ایتونه که به طور نرمال شما را فقط بگیره و برین در موتر بشانه ایتانه ببره ایتانه دوباره بلاروس و قسم نیست. بسیار به طور وحشتناک بسیار سخت دوباره شما را پشبک میکنه و یا هم دوباره شما را روان میکنه به طرف پلیس بلاروس و پلیس بلاروس شما را دیگه نمیفهم که لط میکنه یا سگ در جانتان مندازه یا هر کاری که میکنه، به خاطر که ما دیدیم کم سگ در جان مردم روان میکنن، سگ بالایشان یعنی نفر استاد از خو سگای بسیار کلان کلانه میگیرن میگه برو املاک سرش و او اصلا برشون بی تفاوت است که دستش میخوره، سرش میخوره، پایش میخوره، هیچ. هر کس اگه تجربه در این مورد داره من کمیت بده، بخاطر بسیاری نفرها میفهم باور نمیکنه میگه یا فکر میکنه که من غیر قانونی نبیاین. دوستای عزیز، ما برتون قصه را میکنم بخاطر خودم تجربه دارم دیدیم و پلیسش هم به حد لط میکنه تا به حدی که خودشون خسته شه، به حدی نه که شما رو ببینه زوف کردین یا جایتون خون میه، به حدی خودشون خسته شه به او شما رو لط میکنه. البته با دختر خانم ها و خانم ها کاری ندارن، بدفعل کاری ندارن، اما اگر آقا هستی، بچه هستی، مرد هستی، پیر هستی، جوان هستی، برشون تفاوت نمیکنه. همی که بفهم مرد هستی دیگر رقم لات میکنه و ما به چشمون دیدیم میگه بارا. و از موضوع دور نشیم دوستای عزیز، ما یک ویدیو را دیدم یا عکس دیدم براتون گفتم، به شما شاید وایرال نشده باشه اما در کشور پولند وایرال است.
نمیفهم بانم نمادم این تصویر هنوزم یک قسم دل نادل هستم بخاطر که میگم شاید همین شخص اگه این ویدیو خود ببینه یا یکس خود ببینه ناراحت نشه یا امو خاطر تلخش برش نمانه، اما ما نمیخوایم که هیچ هموطن دیگه ما این حالات تجربه بکنه. ما از این قسم عکس یاد دیدیم، مگم از افغان تالی ندیده بودم، ما شنیده بودم که یک نفری حتی مرده از کشور عرب از یکی از دیوال افتیده، به خاطر که از دیوال که مفتن شکستن امکان داره، حتی مردن امکان داره، به خاطر 5.5 متر دیوال است. و ای عکس را که شما میبینین دوستای عزیز، ای افغان ماست. من براتون اگه میگین حتی همو لینکش را براتون روان میکنم، شما ببینین معلوماتش، ای افغان ماست که تقریبا 10 روز پیش یا یک هفته پیش میخواست از مرز عبور بکنه، اما نمیفهم به چی دلیل که پای از این میده شده از دیوال افتیده یا این خسته شده بوده یا چی شده بوده که قسم ده حالت میره پلیسای مرزی پیدا میکنن، پلیسای مرزی پولند پیدا میکنن دوستای عزیز. بلو این شخص اینا دوباره پوشبک میکنن، دوباره روان میکنن به طرف بلاروس و هیچ انوز ازش هیچ معلوماتی نیستش، خبری نیست. خب دوستای عزیز، اگر شما کسی باشین که مثلا ضرورت دارین، براتون خوب سعی میگم مثل خودم، یعنی من میفهم شاید این ویدیو بعدا برام مشکل ساز شه یا فعلا مشکل ساز شه یا حتی یوتیوب رو دیلیت بکنه یا هر چیز دیگه برام مهم نیست، اما اگر حتی یک نفر دو نفر یا حتی سه نفر اگه خبر میشه برام خودش کلان گپ است. اگر کسی هستی که از روسیه آمدی به بلاروس، پس بلاروس واقعا سفر کردی، میخوای طرف پولند بیایی، حتما برام یک مسیج بون دوستای عزیز، مسیج نه حتی کامنت بونین، من براتون لینک تلگرام رو روان میکنم اونجا بیاین جوین شوین و من براتون چیزی را که میفهمم، معلوماتی را که میفهمم براتون میتم. گپ کسی که موهنگ میکنه یا گپ مو قاچاق بره باور نکنین، او براتون مو یا گپی را میزنه که بر خودش ساده باشه، بر خودش کار آسان شه، پول خودا بگیره، براتون هیچ کسی راست خدا نمیگه. باور کنین چیزی که من تجربه کردم براتون دونه دونه گفته رو هستم. شاید تجربه هر کس متفاوت باشه، یگان تو اس میگه مرا مثل آب خوردن اومدیم، یگان تو اس میگه نه اینا بر ما مثل قیامت بوده، یگان تو اس بار 20 هم نتونست از این برسه تا تیر شوم. به خاطر تجربه هر کس متفاوته، شاید تجربه تو هم متفاوت باشه، اما شاید من بتونم یک راهی را براتون نشون بدم که بتونم راهتون سهل‌تر یا آسان‌تر بکنه. به خاطر از اینکه من براتون گفتم من امروی کسای زندگی میکنم یا دگرد برم کسای زندگی میکنه که اینا فقط کارشون چی هستن؟ کمک کردن به مهاجرین است. و براتون میگم اگر کسی هستی که در میای مثلا در بلاروس هستی، این شماره‌ای که براتون من خواهد دادم براتون بسیار به کار میآید، به خاطر که شما میتونید توسط شماره خیلی کارا بکنین. اگر مثلا خدای نخواسته داخل جنگل میایین و از اون مدتی که شما فکر میکنین یا از اون مدتی که براتون کسی که هماهنگ میکنه زیادتر میمونین، آبتون خلاص میشه، نونتون خلاص میشه، لباستون تر میمونه، به خاطر که بخواین نخواین داخل جنگل اگر هوا بیخی 54 درجه هم باشه، بخواین نخواین باران هست از طرف شب بخصوص، یا خدای نخواسته در داخل جنگل کدام گزنده ای خزنده ای چیز شما رو میگزه، به خاطر که هر چیزی در داخل جنگل اگر شما رو میگزه و یا هم آگار میشین و یا هم بند میمونین و یا هم لباستون کفشتون هر چیزتون خراب میشه و یا هم کانکشنتون به هر دلیلی قطع میشه، ارتباطتون قطع میشه، اینترنت ندارین، سیم کارت ندارین، سیم کارتتون آنتن نمیته، تلفنتون مثلا توسط پلیس گرفته میشه یا گم میکنین یا مشکنه یا هر گپ دیگه، یا تا چارج تلفنتون اگه خلاص میشه، حتی اگه پاور بانک ضرورت دارین شما میتونین شماره از پیش ما بگیرین و همراه از اینا با تماس شوین، اینا براتون تمام کمک و چیزایی که ضرورت دارین براتون در داخل جنگل تا میرسونه یک بار و تمام کمکایی که براتون اجرا میشه و صورت میگیره تمامش رایگان است، از پیشتون حتی یک قرون هم گرفته نمیشه. و اینا کسایی نیستن که شما ازشون بترسین بگین اینا کسایی هستن که مثلا خود گزارش مرو به پلیس میتن یا امر پلیس میه، اینا افراد مسلکی یا افرادی نیستن که به طرف پلیس و دولت است، اینا شخصی هستن و و بله تمامی کمک رایگان براتون اجرا میشه دوستای عزیز. فراموش نکنین مرم از دعایتون فراموش نکنین و امیدوارم اگر کسی دی روزا میخواه از طرف روسیه به طرف جرمنی بیای، خداوند امرایشون باشه و کمکشون بکنه، بخاطر که من خودم میفهم سختی را به چی حدی است و چقدر سخت است دوستای عزیز. دیگه خداوند به همه مسافرین، به کسایی که دور هستن از فامیلشون کمک بکنه و به همه مریضا هم خداوند شفای عاجل بده. دوستای عزیز به یکی دیگه تون مهربانی هدیه بکنین، مهربانی به نظر ما هیچ نوع پولی از شما نمیگیره یا هیچ چیز از شما کم نمیکنه، و یا هدیه کردن یک لبخند به یکی دیگه تون هیچ چیز از شما کم نمیکنه. با هم دیگه مهربون باشیم، دنیا کوتاه است، دنیا دو روز است گفته یگان تا، دیگه نفرت و جنگ و جدال هیچ کس به هیچ جایی نمیرسونه. خدا کنه همه ایتون در کمال آرامش و سعادت باشین و خداوند هیچ کسی را مجبور به این نکنه که غیر قانونی و هم قاچاق بخواد سفر بکنه.
خب دوستای عزیز، تا ولاک دیگه همگیتون رو به خداوند پاک مسپارم و همچنان یادم نره که من در ولاک بعدی براتون خود گفتم که من چرا در پولند موندم و پولند چی ویژگی های خوبی داره به خاطر مهاجرین و چی ویژگی های خرابی داره، به خاطر چیزی که شما میشنوین اکثرا شاید از 10 سال پیش باشه یا 5 سال پیش باشه و فعلا قوانین پولند بسیار تغییر کرده. و براتون همیشه کوشش میکنم معلومات هایی بتم که من مفید باشه و چیزی که سرگذشت خودم، چیزی که نمیفهم نمیخوام اینجا با کسی دیگه هم مشوره بدم. دیگه بازم براتون میگم گپ قاچاق بر گپ کسی که هماهنگ میکنه را هیچ وقت باور نکنین، با آمادگی هر چیزی را در ایراد داشته باشین اگر میخواین بین. دیگه منم از دعایتون فراموش نکنین، لایک سابسکرایب فراموش نشه. همگیتون را دوست دارم، تا ولاک دیگه همگیتون را به خداوند پاک مسپارم. خداحافظتون.